بسم الله الرحمن الرحیم. نسبت به افعال قلوب از قبیل رضا و کراهت، حب و همینطور غضب و لعن و سخط، اینها در ظرف خاص اوصاف افعال و کمالات، یعنی افعال انسانی بر دو دسته تقسیم میشه. یک دسته افعال عام و یک دسته افعال خاص. افعال خاص اونهایی است که به حب و رضا و کراهت یا لعن و غضب و سخط پروردگار منتسب میشه، و یک دسته عام افعالی که افعال العباد، افعال الناس، افعال العموم، یعنی کارهای عادی و عمومی. در واقع همونطور که نسبت به پروردگار عرض می شد که خداوند دو دسته افعال داره، افعال عام و افعال خاص. افعال عام همون است که نسبت به تمام موجودات اسباب و علل و وزان و قانون داره، و افعال خاص اونجاییست که به رحمت پروردگار، به لطف پروردگار، به عنایت حقیقی چیزی ختم میشه. که می گفتیم افعال رحیمی و افعال رحمانی. افعال رحیمی افعال خاصه که عنایت خاصه در اعطا و فعلی دخالت داره. افعال رحمانی اون لسان عامه که خداوند لا تفاوت فی خلق الرحمن رو عنوان میکنه و نسبت به تمام موجودات و مخلوقات همین که خلق شدن این وصف عام رو دارن. پس افعال رحمانی میشه همون اصل خلقت، افعال رحیمی میشه اون امتیازات اعطایی. همونطور که در مقابل افعال رحیمی افعال نقمتی هم هست، که خداوند نسبت به فعلی، کسی، چیزی، موجودی اون سخط، غضب، لعن اینها رو روا داشته باشه. پس به طور کلی افعال حق سه دسته میشه. یک افعال خلقتی است که اصل خلقته، و یک افعال نقمتی است، و یک افعال رحمتی است یا رحیمی است. افعال رحیمی و افعال نقمتی میشن خاص، حالا چه به ظرف حرمان، چه به رفع به ظرف اتیان. افعال عام همون اصل خلقت موجوداته که نسبت به تمام مخلوقات سیانه. انسان هم همینطوره. انسان هم سه دسته فعل رو داره. یک دسته اصل افعاله، یعنی همون اسباب و علل و خصوصیاتی که در عالمه. یک دسته افعالی است که از انسان صادر میشه و اینها افعال هرمانی است، یعنی افعالی است که خصیصه داره، حالا به کفری، به ظلمی، به ستمی می انجامد. یک دسته هم افعال عنایی است، اونجایی است که به ایمانی، به تقوایی گرایش پیدا میکنه. این افعال هرمانی و افعال امتنانی که حق نسبت به انسان داره، اینها در واقع ظهور و مظهر اون رحمت خاصه و رحمت عرض کنم که نقمتی پروردگار میشه.
و اون دسته از افعال عام که اصل اکتساب و کلیت فعل، این میشه همون ظرف رحمانی که خداوند نسبت به موجودات داره. پس توی یه مقایسه میبینیم که ظهور و مظهر یکسان میشن. خداوند یک خلقت عام میداره، این میشه رحمانی. حالا این خلقت عام یک امتنانی داره، میشه رحیمی، و یک ظرف حرمانی داره، میشه همون لعن و غضب و سقط و اینها. در انسان هم باز همونطوره، یک افعال عامی داره که اصل اکتسابات هر مخلوقی وقتی خلق میشه یک افعالی داره که این افعال لابد منه، نمیتونه فعل نداشته باشه. حالا این جهت اصل فعل غیر اون جهت رحیمی فعل یا نقمتی فعل، در واقع افعال رحمانی پروردگار و افعال اکتسابی انسان در ظرف رحمانی میشه زیرساخت عالم که همه دارند. خدا خلق میکنه و این حرکت میکنه. خدا خلق میکنه میشه رحمت رحمانی. حالا خلق به مؤمن و کافر میخوره، فرقی نمیکنه. انا هدیناه السبیل، ما راه رو میدیم برای همه، هیچ تفاوتی هم در این راه نیست. او از خدا میشه رحمانی، از این میشه اکتساب. در مقابل این زیر ساخت سفت کاری عالم خلقت، یک رحمت رحیمی و یک حرمان نقمتی هست از جانب پروردگار نسبت به دسته ای از موجودات، که در انسان هم این جهت ایمانی و تقوایی رو ایجاب میکنه و در جهت حرمان هم اون لعن و غضب و اینها رو ایجاب میکنه.